آلودگی هوا از موزلات شهرهای بزرگه که معمولا تو فصول سرد سال یعنی پاییز و زمستون شدت پیدا میکنه. آلودگی هوا ناشی از ذرات جامد و مایع و گازهای خاصیه که توی هوا معلقن. این ذرات و گازها میتونن از اگزوز خودروها و کامیونها، کارخونه ها، گرد و غبار، گرده گلها، آتش فشانها و آتش سوزیهای جنگلی به وجود بیان. تو این ویدیو لازم دونستم نکاتی رو درباره آلودگی هوا و اینکه برای مقابله با این پدیده چیکار کنیم و چیا بخوریم که سلامتیمون کمتر به خطر بیفته براتون بگم پس لطفا تا انتهای ویدیو با من همراه باشین و مثل همیشه ما رو با لایک و کامنتاتون دلگرم کنیم. سلام مهدی هستم از کانال دکتر دارو تنفس تو هوای آلوده میتونه واسه سلامتی بسیار مضر باشه قرار گرفتن طولانی مدت تو معرض آلودگی هوا با بیماری های قلب و ریه سرطان و خیلی بیماری دیگه مرتبطه حالا بیاین بررسی کنیم که مهمترین آلاینده های جوی چیان ذرات معلق یا PM که خطرناکترین نوع ذرات معلق PM 10 ده و PM دو دونیم است. این ذرات به راحتی وارد جریان خون میشن و به بدن آسیب میرسونن ریزگرد های تولید شده توسط انسان منبع تولید آلاینده های پی من نیتروجن دیوکسید یه آلاینده گازیه و تو آلودگی هوا نقش موثری داره نیروگاه ها و وسایل نقلیه از منابع اصلی این آلاینده هستند که به راحتی وارد مجاری تنفس شده و باعث التهاب و صرفه های مکرر میشن تو بلند مدت این آلاینده ها میتونن باعث بیماری های همچون آسم و آلرژی بشن گوگر دیوکسید یه گاز بیرنگه که بوی بسیار تون و زننده داره و از سوختن سوخت های حاوی گوگرد مثل زغال سنگ تولید میشه وسایل نقلیه و نیروگاه های برق از عوامل اصلی تولید این آلاینده به حساب میان استشمام هوایی که گوگر دیوکسید داره موجب تحریک مخاط بینی و گلو میشه و برای ریه ها بسیار مزره سالمندان، کودکان و اشخاص مبتلا به آس بیش از سایری نسبت به این آلاینده واکنش نشون میدن تو زمان آلودگی هوا حتما به این نکاتی که میگم توجه کنیم حتما ماسک بزنید توجه داشته باشین که ماسک های معمولی قرار نیست در برابر ذرات معلق تو هوا به خصوص نانو ذرات تاثیر مثبتی داشته باشن پس باید حتما از ماسک فیلتردار یا N95 استفاده کنین در صورتی که بیماری های پیش به خصوص بیماری های قلبی، ریوی و تنفسی دارین به هیچ وجه از خونه بیرون نیاین از مصرف سیگار و دخانیات به شدت پرهیز کنین چرا که ممکنه احتمال ابتلا به مشکلات تنفسی و به سرعت تو شما بالا ببره رژیم غذایی سالم و متنوع داشته باشین و حتما از سبزیجات و میوه های دارای ویتامین C و ای استفاده کنین استفاده از وسایل تصویه هوا تو خونه هم خیلی مهمه چون با وجود بسته بودن درب و پنجره ها باز هم گرد و غبار و آلودگی وارد خونه میشه که واسه پیشگیری از هر گونه مشکل میشه از وسایل تصویه کننده مناسب استفاده کنیم به طور کلی مذرات آلودگی هوا بسیار بالاست در نتیجه لازمه که هر فردی در مقابل مشکلات و عوارز هوای ناسالم ایمنی بدن خودش بالا ببره تا اونجا که میتونید آنتی اکسیدان مصرف کنید آنتی اکسیدان ها مقاومت بدن رو در برابر آلاینده ها بیشتر میکنن و التهاب ناشی از اونا رو کاهش میدن به همین منظور بهتر از مواد غذایی استفاده کنید که سرشار از ویتامین های C, دی، ای، e, سلنیوم و بتا کاروتن هستند که بهترین دوستان شما تو روزهای آلودگی هوان. خوردن کرفس اسفناج گوجه فرنگی لیمو شیرین پرتقال نارنگی و کاهو رو هر جا هستین فراموش نکنید این مواد غذایی سرشار از ویتامین C هستند ویتامین ای تو جوونه گندم روغنهای گیاهی گردو بادوم زیتون و سبزیجات با برگهای سبز وجود داره شیر کره و زرده تخم مرغ و منابع خوبی از ویتامین ای هستند طالبی انبه کدو حلوایی فلفل دلمه ای اسفناج کلمبرگ و زردالو سرشار از بتا تنن سلنیوم هم تو غذاهای دریایی مرغ نون مغزها و قلات کامل و سبوسدار یافت میشه هر روز یه سیب بخورین چرا که پکتین موجود تو اون از شما در برابر مسمومیت با به ناشی از آلودگی هوا محافظت میکنه شیر ماست و سایر محصولات لبنی رو تا اونجایی که میتونین مصرف کنید لبنیات حاوی فسفر منیزیم و کلسیوم که به شما در مقابله با اثرات آلودگی هوا کمک میکنه پروتئین شیر میتونه سرب رو به یه ترکیب محلول تبدیل کنه و مانع جذب سرب تو بدن بشه و اون رو از بدن خارج میکنه کلسیوم و آهن جذب سرب رو کمتر میکنن و از این طریق شما رو از آلودگی هوا مسون نگه میدارن سیر و پیاز هم کمک میکنه تا ریه های سالمی داشته باشین آلسین موجود تو سیر به عنوان یه آنتیبیوتیک طبیعی و قدرتمند تو بدن عمل میکنه و میتونه به نابودی عفونت های تنفسی که باعث انصداد ریه ها میشه کمک کنه همچنین توصیه میشه که از اسیدهای چرب حاوی اومگا 3 هم حتما استفاده کنید پس باید مصرف انواع ماهی میگو زیتون جوانه ها و دانه ها رو تو رژیم غذاییتون داشته باشین در پایان باید بگم که غذاهای آماده یا همون فسفوت ها همه تلاشاتون رو برای حفاظت در برابر آلودگی هوا به باد میده پس مصرف اونا رو تا جای ممکن به حداقل دقل برسونید و لبنیات و سبزیجات تازه رو جایگزین این غذاها کنید ممنون که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید امیدوارم از نکات گفته شده استفاده کافی رو برده باشید مثل همیشه لازمه ازتون بخوام که لطفا همین الان اون دکمه لایک پایین سفر رو بزنید کانالمون هم سابسکرایب کنید و اون زنگوله پایین سفر رو هم فعال کنید تا ویدیوی بعدیمون رو ازش با خبر بشین اگه سوال نکته انتقاد و یا پیشنهادی داریم که به ما تو بهتر شدن کانال و محتواهامون کمک میکنه حتما تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین خوشحالیم که شماها رو کنار خودمون داریم توی ویدیو بعدی میبینم